دوش زمانه ها احمد ظاهر آمیزه از ما از زندگی دیدین احمد ظاهر ازدواج کرد که نه والا راستی ازدواج کرد که؟ احمد ظاهر توی کده اینی گلا برش تو فکر رفته از برای نام من السلام علیکم احمد ظاهر جان. سلام بابا جان، قن چطور هستین؟ خوب هستین؟ اولی پنیر بگی. پنیر؟ پنیر چی بابا جان؟ پنیر آشاوه است. مر بی شرم بی حیا. الماس شرق فیلمی از زندگی نامه هنرمند محبوب کشور احمد ظاهر با نوار 35 میلیمتری سر از تاریخ 25 جولای در ناز ایت سینما واقع شهر فریمان برای مدت یک هفته. همچنان فیلم الماس شرق سر از تاریخ اول آگست الی هفتم آگست در لیک بود سیدی در شهر لس آنجلس در ناز ایت سینما برای مدت یک هفته با معرض نمایش قرار می گیرد. جهت معلومات مزید و عرض تکت لطفاً با آقای رحیمی با ایریا کود 510-938-7542 با تماس شوید. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بینندگان عزیز تلویزیون نور، خانواده شریف و مسلمان افغانستان، جوانان نازنین و دلبر افغانستان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من جوانان را بسیار زیاد ناز میتم از خاطر که یک وقت ما ایجا نیستیم و امی جوانان نازنین ما امی دستگاه و امی آرگاه و بارگاه را به پیش میبرن و من یکی ازش خواستم که شدید جوانان را معلومدار تشویق میکنم. پیش از اینکه ما برنامه امروز و محتویات برنامه امروز بر شما بگویم، اولتر از همه ما تبریکی خود به خاطر سالگرد تلویزیون نور که 31 ماه جولای افتتاح شد و اول آگست 2007 به نشرات خود آغاز کرد و ما از روز اول آگست دمی محفلم بودم و یک سال است که الحمدلله هستم. ما اول به آجی صاحب نور و به خانم محترمشان راضیه جان، به یما جان و فیاض جان، آرس جان، تمیم جان و تمام کسایی که از تلویزیون پشتیبانی کردن و همکاری کردن، برنامه سازهای بسیار موفق و کامیاب از تلویزیون و مخصوصا به بینندگان از تلویزیون، برای که این تلویزیون با تمام چالش هایی که داشت در یک سال، با تمام نشیب ها و فراز هایی که داشت و با تمام واقعا کمبودی هایی که داشت، تانست که یک سال بسیار بسیار موفقانه در سطح بین المللی عرض اندام کنه و برنامه های بسیار موفق تقدیم کنه. من به هر یک شما تبریک میگم و از پشتیبانی و حمایت شما از تلویزیون نور در سراسر جهان، یک جهان ما به نمایندگی خود و همکارانم و تمام برنامه سازان از این تلویزیون ما تقدیم میکنم. و بعد از این باید که خدمت شما بگویم که چون ما بسیار جوانا را تشویق میکنم، یکی از دختران جوان افغان به نام فرزانه جان نبی که 4 ساله بود که در این کشور آمده و امروز همی سر سال 2008 آخر 2007 دکترای خود از UC برکلی، یونیورسیتی آف برکلی کالیفرنیا گرفته و ما و فرزانه جان در یک تیاره و او 4 ساله بود، ما 26 ساله که آمدیم دفتی آینده و میمانم است برای یک نیم ساعت و فرزانه جان فعلا در می یونیورسیتی که ما درس میتونم و هم در رشته سوشال ورک
به حیث استاد مقرر شده و درس میده. در هفته آینده برای یک نیم ساعت در خدمت شما می باشم. و ما برای زی دعوتش کردیم که ما باید جوانای خود تشویق کنیم. جوانا را باید مک سر بالا کردم در امریکا کلگی در کلا کلیم کوبیدن که چپ باش. اما من میگم نه. من جوانا را تشویق میکنم که نمی جوانا هستن که بالاخره همی فراورد هایی که ما در جامعه آوردیم خوب یا خراب اینا اموره به پیش میبرن. بنا به دعوت Osher Lifelong Learning Institute که یک همکاری فرهنگی امریکای کالیفرنیا استیت یونیورسیتی ایست بی داره، از ما دعوت کردند که در ماه آگست برای 4 دفعه روزای سه شنبه یک کورس سر افغانستان، سر مسائل سیاسی افغانستان تدریس کنم که این کورس روزای سه شنبه از ساعت 10 تا 12 در کمپس کانکورد می باشه و معلوم دار قیمت از این کورس $55 است برای هر 4 هفته $55 است. منم یک $55 میتن و کسایی که در شمال کالیفرنیا است مخصوصا در ایست بیس و علاقه داره که ساعت 10 صبح تا 12 صبح برای 2 ساعت همین 4 سه شنبه ماه آگست ما این کورس درس میتونم. نام کورس است بحران افغانستان، افغانستان ان کرایسیس. و ما معلوم دار از Osher Life Learning Institute تشکر میکنم که از ما مرا انتخاب کردن و از ما دعوت کردن که این کورس برای 4 هفته پیش ببرم. کسایی که علاقه داره که در این کورس بیای و شامل شوه برای 4 هفته روزای سه شنبه ساعت 10 تا 12 که در او یک فیلم هم من نشان میتم، معلوم دار بر من زنگ بزنه که معلومات زیادتر را برشان بتم. همچنان از وایس جان ناصری از آلمان من تشکر میکنم. وایس جان ناصری مدیر آزمون ملی که یک جریده اینترنت است و یک جریده بسیار موفق اینترنت است در آلمان و در سراسر جهان معلوم دار چون اینترنت است پخش میشه. وایس جان ناصری در آلمان بیانیه ما که سال گذشته در اسن ما ایراد کرده بودم امور 6 دقیقه امو گلچین چیزایی که ما گفتیم در یوتیوب، بعد از اینکه مسائل که مخالفین سیاسی ما در یوتیوب انداخته بودن، وایس جان ناصری یک بیانیه مرا زنده در یوتیوب انداخته که شما میتونین برین به یوتیوب دکتر فرید یونس ان اسن SNESSEN و بیانیه را به زبان فارسی بشنوین در یوتیوب. ما از وایس جان که لطف کردن و کرامت کردن و معلوم دار بیانیه مرا نشر کردن در یوتیوب یک جهان تشکر میکنم. و همچنان باید خدمت شما عرض کنم که یک تعداد زیاد خواهران و برادران عزیز از آن بالتسر بسیار استقبال کردن و بسیار خوشی کردن و یک تعداد جوانا گفتن که ما واقعا که این مسائل فلسطین به این چیزی که دختر گفت و در DVD نشان داده شد ما نمیفهمیدیم بسیار زیاد. و آن خودش از تمام مردم افغان بسیار تشکری کرد از استقبالی که ازش به عمل آمد و از پذیرایی که در تلویزیون ازش به عمل آمد بسیار تشکر کرد و بسیار خوش رفت از ایجا. بله هستن در مذاهب مختلف جهان و در اقوام مختلف جهان که پیدا میشن و عقایق میگن. مندار وقتی که آدم عقایق میگه عقایق آدم در گفتار عقایق آدم معلوم دار دشمنان پیدا میکنه، دوستان پیدا میکنه. یعنی یک چیز نیست که کلگی در او خوش باشه. گفته امریکا it's difficult to please everyone. ما به ارتباط و ایمیل های زیاد داشتم که یک ایمیل از دختر مرحوم دکتر اختر محمد مستمندیس که من ایمیل بر شما میخوانم و اما پیش از اینکه ایمیل برتان بخوانم و درباره خواهشی که از ما کرده ما بر شما یک 4 کلمه گپ بزنم، باید بگویم که آزادی آقای نصیر فیاض که یک روزنامه‌نگار موفق و گرداننده تلویزیون
آریانا در کابل است و برنامه حقیقت را به پیش میبرم و این جوان فوق‌العاده موفق است و یک جوان بسیار برازنده است. این یک سه روز بندی شده بود. ما اول از خانوادهش تشکر میکنم که خانواده آقای فیاض از نیویورک بر ما وقتی بندی شد زنگ زدن و از ما کمک خواستن، با اینکه من کدام آدم نیستم که کمک کنم و گپا بتانم در این مسائل کمک کنم، اما نظریات خود برشان دادم. من از خانوادهشان یک جهان تشکر میکنم که تا امروز همراه من به تماس هستن سر مسائلی که سر آقای نصیر فیاض شد. و جالبترین خبر درباره نصیر فیاض و آخرین خبر که دو ساعت پیش هم روی خوارش کپ زدم در نیویورک و بر من زنگ زد همیست که هنوز این مسئله خلاص نشده. خانه نصیر فیاض زیر محاصره است و درون خانهش تلاشی شده و تا دو ساعت هم پیش که اخبار گفت نصیر فیاض در داخل تلویزیون بود و برش خانوادهش و دوستایش گفته بودن تو از تلویزیون نبرایی و کسایی که خانهش محاصره کردن و تلاشی کردن اینا اشخاص بدون یونیفرم بودن، اینا اشخاص با لباس ملکی بودن. یعنی قصه داستان نصیر فیاض قطعا هنوز خلاص نشده. آمدیم سر اصل موضوع که جناب آقای نصیر فیاض یک برنامه ساز بسیار موفق، چرا در نظام کوتن کوت دموکراسی و دموکراسی بندی میشه؟ به خاطر از اینکه دو تا وزیرا را نظر به اینترنتی که من خواندم، من رفتم در یک سایت است به نام euroasia.net، در euroasia.net که برین در اوجه با نشانش مفصل تر نشته کرده نظر به بی بی سی و دیگر جایا که آقای فیاض چون وزیر تجارت آقای فرهنگ و وزیر آب و برق آقای اسماعیل خان مورد انتقاد قرار داده به خاطر فساد اداری و کابینه چند روز پیشتر هم یک تصمیم گرفته بوده که باید که به تلویزیونا و روزنامه‌نگارا اجازه داده نشه که سر اشخاص اینا بدون و تاخت و تاس کنن، حتی که اشخاص فاسد باشن، حتی که اشخاص نابکار باشن و حتی که اشخاص بی‌کفایت باشن در امور کار باید چی نشه. اینجاست که من از روز اول که در تلویزیون آمدیم و بر شما گفتیم که در افغانستان یک دموکراسی قلابی است و آزادی بیان و کلام نیست، و یک روز بعد از یکی از برنامه‌های من یک خواهر بسیار بسیار عزیز و گرامی که نه نام خودم مانده بود و نه نشان خودم مانده بود و نه تلفن، یک انتقادی بر من در خانه مسیج مانده بود که اینقدر زیاد که اسلام میگی، اینقدر زیاد که از آزادی بیان اینجا صحبت میکنی، چرا افغانستان نمیری؟ بی بی گلم اینال من بر شما میگم که چرا من افغانستان نمیرم؟ برای اینکه در افغانستان نه قانون است، نه قانون مطبوعات است، نه قانون است، نه در افغانستان دموکراسی براستی رفته. و در افغانستان هیچ وقت، چون ما یک مردم قومی و قبایلی هستیم و کلانای ما هر کسی که باشه خوش نمیاد شما اونا را انتقاد کنین ولو که غلط باشن، برای اینکه ما به حساب مشر و مشر بازی کلان شدیم. اون مشر اگه که یک آدم لودان باشه باید ما او را احترام کنیم. افغانستان یک کشور قومی و قبایلی است با یک کوتینگ شوگر کوتینگ اسلامی یا یک پوشش مثل نقل بادامی وره که زیرش بادام است سرش بوره است. افغانستان یک کشور قومی و قبایلی است، در سرش یک کوتینگ اسلام زدن به نام اسلام، در حالی که در اوج اسلام هم به صورت اساسی در مسائل اجتماعی سیاسی و اقتصادی ما وجود نداره. اما مردم ما الحمدلله مسلمان هستند، نماز خوان هستند، جهاد بر حق برپا کردن بر مقابل روس و همچنان جهاد بر حق برپا کردن بر مقابل ایالات متحده آمریکا. چنانچه یک دوست بسیار گرامی ما از ساکرامنتو به نام آقای نعیمی برای من زنگ زد و گفته که جناب دکتر صاحب این مردم چرا امی کلمه جهاد آل استفاده نمی کنن؟ شما یگانه کس هستین که نهضت های اسلامی میگین و همیشه میگن طالبان، در حالی که طالبان دیگه نیست. بله، برای از اینکه چون طالبان توسط قوای امریکایی از بین رفت اما نامش ماند، مثل که یک جای شما نامگذاری میکنین و از بین میره و نامش میمونه، مثل دارالامان. ورا دارالامان بسیار کوشش کردن که دارالامان
نامش در افغانستان در وقت ظاهرشاه تغییر بدن و در وقت نادرشاه و ظاهرشاه اینا وقت نامش تغییر بدن، اما دارالامان همیشه دارالامان ماند. حال طالبان از بین رفت، منتها طالبان به یک نام، جست یک نام، فقط یک نام باقی مانده. اما این نهضت های اسلامی است که من نهضت های اسلامی میگم و آقای نعیمی خواهش کردن که باید مردم امیر توجه کنن که چرا نام جهاد افغانستان بالا نمی کنن. و ایام بود یک عرض از آقای نعیمی. به هر حال برمیگردیم به آقای نصیر فیاض که در افغانستان وقتی که در یک کشور که قانون مطبوعات نباشه، در یک کشور که قانون نباشه، در یک کشور که من دیشب دیدم در تلویزیون آریانا که از کابل پخش میشه که مردم هزاره و پشتون و تاجک و کل اگیش اینترویو کرده بودن که ما از گشنگی میمریم، ما نان خوردن خود نداریم، و اوجه مردم به موترهای لندروور و لکساس و آرگا و بارگا زندگی میکنن، یک نارکو استیت از افغانستان جور شده همراه چند تا تعمیرهای بسیار بلند در کابل، و بقیه مردم افغانستان کلگی به فقر و فاقگی زندگی میکنن. ویلکم تو دموکراسی. برای اینکه شما مجله آخر، متاسفانه امروز خود ناوردم، مجله آخر اکانومیست لندن شما ببینین، در امریکا 1% مردم معاشایشان بلند رفته، باقی تمام مردم معاشایشان به موالت باقی مانده. قیمتی تیل، قیمتی برنج، قیمتی نایفام، تمام چیزهایی که شما دارید میبینید قیمت شده. اما با این هم امو گروپی که قدرت در دست دارن، کپیتالیستا و سرمایه‌دارا، تمام اونمونا معاشایشان بالا رفته. و دیروز در اخبار شنیدیم که یک تعداد از مامورین که در حکومت کالیفرنیا کار میکنن یا در استیت کالیفرنیا کار میکنن، اینا چون بودجه کالیفرنیا پاس نشده، اینا تصمیم گرفتن که باید که مینیمم ویج، یعنی حداقل معاش فعلا بتن تا که بودجه پاس شود. و فقان مردم گفته مردم افغانستان فقانشان در ملکوت برآمده. بله، برای از اینکه در دموکراسی عدالت نیست و خداوند غریق رحمت کنه بهشت بر این جایش باشه، سباودین کشککی یک کتاب نوشته کرده به نام دهه دموکراسی در افغانستان، کنمو یگانه کتاب است در مورد که من او را دارم. الحمدلله من او کتاب دارم که $1000 هم که باشه به کسی او را نمیفروشم، برای از اینکه کتاب دیگه یافت نمیشم. دهه دموکراسی در افغانستان از سباودین کشککی. در مورد دهه دموکراسی از 1963 تا 1973 که داوود خان سر کار آمد، ما کجا یک دموکراسی براستی داشتیم؟ افغان‌ها در کله یکی دیگه زدن، یک چهار تا اخبار و اعتراض برآمد، این اخبار و اینا باعث شد که کمونیسم و الحاد و کفر در افغانستان را پیدا کنه و بالاخره به مون ترتیب افغانستان اشغال کنن. و امروز هم اونا به طریق کمونیسم و الحاد و کفر داخل افغانستان شدن، اینا است به نام دموکراسی و آزادی. یک کتاب نو بر شما معرفی میکنم به نام افغانستان بلیدینگ، ببخشید بلیدینگ افغانستان، بلیدینگ افغانستان. شما این کتاب بخواین، این کتاب بعضی چیزاش من موافق نیستم، اما 90% این کتاب فوق العاده جالب است. بلیدینگ افغانستان فوق العاده کتاب جالب بی آدم نوشته کرده درباره شرایط افغانستان که امروز چطور افغانستان اشغال شد و یک دفعه نه ده دفعه نوشته اکوپیشن و اشغال ای آدم به نام برده، خودش هم آمریکایی است. بلیدینگ افغانستان. من نمی‌فهمم کسایی که امی کتابا را هیچ مطالعه نمی‌کنن و امی کتاب از که یک چند روز پرسان کردم کتاب دایی دموکراسی از آقای کشککی را خواندی، گفته که نه والا من هیچ خبر ندارم. خیلی خبر نداری قربان سرشم، چرا تو امی تبصره را میکنی؟ یعنی قرآن شریف بسیار به وضاحت میگه که در چیزی که علم نداری نرو، و چیزی که نمیفهمین هیچ گپ نزنین. پیرید. آمدیم سر دیگه در کشوری که به نام دموکراسی است و دموکراسی قلابی و دموکراسی وارداتی، آقای نصیر فیاض که در موج زندان مانده، ای والایش که زنده مانده، خدا شکر که زنده مانده. و آخری خبر همین است که خانهش محاصره کردن و خانهش تلاشی کردن و فعلا 2 ساعت پیش این همین موضوع بود که هنوز هم خودش یک قسم بندی واره بود در داخل تلویزیون که برآمده نمیتونست. دختر مرحوم استاد دکتر اختر محمد مستمندی، مریم جان مستمندی که پدرش از مرا بسیار خداوند غریق رحمتش کنه، بهشت بر این جایش باشه، جنتا جایش باشه، که یک آدم فوق‌العاده دانشمند و یک آدم فوق‌العاده خود خوش اخلاق و یک آدم فوق‌العاده متواضع بود. این از مرا با تمام کمی‌ها و کمبوتی‌هایی که من دارم دوست من بود و من چند دفعه
خصوصی دیدنش رفته بودم وقتی که مریض شد و وقتی که جنابشان فوت کردن، خانمشان محترمه سلما جان مستمندی بر من زنگ زد که من میخواهم که موسوانیش خودت در وقت دفن بخوانی، که سوانیش مخواندم با ای که دیگه کسام هم در خانواده بودن هم در بیرون بودن، اما تصمیم گرفته شد که سوانیش ما بخوانم. و یک روز دکتر صاحب مستمندی بر من زنگ زد که من خوب بسیار مریض هستم آمده نمیتونم. بسیار متواضع بود، بسیار متواضع و قدر با اخلاقی آدم بود که من هیچ یعنی بر شما توصیف کردن نمیتونم. بر من زنگ زد که پیش ما بیا، من کارت دارم. و من رفتم سن حوزه. در سن حوزه که رفتم گفت من فقط چون تو را دوست دارم اینم یه انگوشتر را بر من داد، یه انگوشتر که امروز در کلک من میبرین از جناب مستمندی است که بر من توفه داد، فقط این انگوشتر را بر من یادگار داد. و من به دخترش که بر من اگه ایمیل کرده و ایمیل بر شما میخوانم، به یاد بود پدرش من این انگوشترش امروز پوشیدم که یک عقیق است. دخترش نوشته کرده که دیر دکتر یونس، I just watched your show on Noor TV where you referred to the parodies posted about you on YouTube. I watch these parodies and do not understand what they refer to when they claim you are a hypocrite. I'm wondering if you can briefly explain your general disposition towards Islam, the way it has been spread, and the way it should be spread. I understand that this is a request that can fill numerous books with answers, but I would really appreciate a response from you. For lack of a poetic phrase in English, I see you as a very Roshan Fikr, quote unquote, compared to others, and I'm very interested in your ideas. I look forward to your reply. Regards, Maryam Mustamandi. ترجمه بر کسایی که انگلیسی نمیفهم. همین لحظه برنامه شما را دکتر یونس گرامی، همین لحظه برنامه شما را در تلویزیون نور دیدم که عکس‌های ساختگی و قلابیک در مورد شما در یوتیوب به نشر رسیده، شما اشاره کردید. من این عکس‌های ساختگی و قلابی را دیدم و اما ندانستم که مقصدشان چی است که ادعا میکنند شما یک منافق هستید. منافق داخل کوتن کوت. من قدردانی میکنم اگر امکان داشته باشد به طور مختصر موقف عمومیتان را در مورد اسلام که چگونه گسترش یافت و چگونه باید گسترش پیدا کند تشریح کنید. من یقین دارم که این خواهش من ایجاب نوشتن کتاب‌های متعدد را با جواب‌های آن می‌کند، اما من توقع دارم که از شما یک جواب داشته باشم. به خاطر کمبودی ادبی در زبان انگلیسی من شما را به مقایسه دیگران بسیار روشن فکر می‌بینم و به نظریات و اعتقادات شما بسیار دلچسپی دارم. متمنی جواب. با عرض احترام، مریم مستمندی. موقف ما فکر میکنم که موقف ما در دو سال که در تلویزیون های بین المللی عرض اندام کردیم از آریانا افغانستان که آقای تیمورشاه حسن مرا دعوت کرد، که 5 بار مرا دعوت کردن و 5 بار ما به اروپا و کانادا دعوت شدم و سخنرانی ها کردم و بالاخره 1 سال در این تلویزیون، موقف ما بسیار روشن است. اولی که اسلام چطور گسترش پیدا کرد و ما باید این را خلاصه بگویم. اسلام مثل که ما همیشه گفتیم تمدن اسلامی، Islamic civilization based on 3 concepts، 3 بنیان داره. اولش علم است، knowledge، دومش عبادت است، worship، و سومش عدالت است، یعنی justice. این زیربنای تمدن اسلامی است و تمدن اسلامی که از عربستان شروع شد و به شرق و غرب دنیا دوید، این تا هند و مدیترانه و افریقا و نیفام اندونزیا و کجا نبود که اسلام نرسید. به خاطر اینمی 3 موضوع بود که اسلام پیشرفت کرد، نه به زور شمشیر چنانچه در کتاب های که عیسویان نوشته میکنن که اینا به زور شمشیر پیشرفتن و مردم را کشتن، به زور علم، به زور عبادت و به زور عدالت پیشرفت. و شما اگر در بریتیش میوزیم در لندن برین، آثار تمام کشورهایی که از روی دزدی کردن در اوج شما میبینین. شما وقتی که در موزه گیمه پاریس یا موزه دلووغ پاریس برین، آثاری را که از تمام دنیا فرانسوی ها به شمول افغانستان دزدی کردن شما در اوج میبینین. شما وقتی که در میلان و روم در موزه هایش میرین، آثار کشورهایی که زیر استعمار و کلونیالیزم
اروپایی بود شما آثار دزدی شده را میبینین. اما شما در هیچ جای نیافتین که مثلا یک امی امپراتوری اسلامی یک موزیم داشته باشه باز آثار دیگه مردم در اون شما چی کرده باشن. همیشه رفتن عدالت خواستن که برقرار کنن به حساب خودشان میفهمیدن، به حساب خود اسلام و قضا داشته باشن و یک آرگاه و بارگاه داشته باشن و از این خاطر اسلام معلومدار پیشرفت کرد. این حالی که سوال کرده بی بی مریم جان که چطور باید گسترش بیافه، ما موقف مئیس و مئیر چندین بار گفتیم موقف مئیس ده که به طور عموم ما همیشه میگم که ما مسلمان در قرآن شریف در شروع میگه در سوره نسا میگه ما زن و مرد از نفس واحد خلق کردیم. پس وقتی که خداوند میگه ما زن و مرد از نفس واحد خلق کردیم، در بین زن و مرد کدام تبعیض و دورویی و دورنگی نیست. There's no discrimination duality in Islam against men and women. They complement each other. وقتی که قرآن میگه که زن لباس مرد است و مرد لباس زن است، پس در حرم خانواده جزئی ترین تفاوت بین زن و مرد نیست. او مکمل از اوست و مکمل از اوست. وقتی که رسول خدا میگه که آموختن علم بر زن و مرد فرض است، learning is compulsory for all men and women in Islam، پس در جامعه حقوقشان مساوی است. ما هیچ کدام مشکل امرای برادرایی که مخالف هستند ما ندارم. مشکل ما اینمیست که ما چرا حقوق زن و مرد مساوی اعلان نمی کنیم؟ ما چرا وقتی که علم البیان علم القلم میگیم، ما چرا آزادی بیان و کلام درست آزاد نمیمونیم که مردم فکر کنن؟ مردم خو گوسفند نیستن که کاپی کنن و یک دفعه دیگه گفتیم کاپی کنن کاپی کنن کاپی کنن. هر کس از خود یک عقل داره، یک اندیشه داره. قرآن تنها بر علما نازل نشد، قرآن بر کل مردم نازل شد. و ما موقف ما همیشه موقف ایجوکیشنال بوده، همیشه موقف ما یک موقف ایجوکیشنال بوده. ما همیشه خواستیم که مردم ما مسلمان باشن، از طریق اسلام مسائل خانوادگی خود حل کنن، از طریق اسلام مسائل سیاسی خود حل کنن، مثل که از رسول کریم صلی الله علیه و سلم و چاریار کبار حل کرد. از طریق اقتصاد اسلامی که مسئله سود است و اسراف است و اینا مردم حل کنن مسائل خود، مسائل اجتماعی خود از طریق اسلام حل کنن. موقف معمیست. از همین خاطر از تمام کسایی که در ایبریا در 21 سال که من از ویرجینیا کوچ کردم، 21 سال پیش در ویرجینیا بودم و آمدم به کالیفرنیا، اینم بر شما لست میتم. اولی که وقتی که کشور من زیر یوغ امپریالیزم روس بود، من یک کتاب نوشته کردم به نام افغانستان آزاد در پرتو اسلام که جناب مستمندی خدا غریق رحمتش کنه یک کاپیش گرفت و در کتابخانه یک در سنوزه خودش بنیان مانده بود، در کتابخانه او را داد. یک بوده کتابخانه آل اس یا نیست ما او خبر ندارم، باید که از آقای آشمی، سید قدیر آشمی پرسان شود، بعضی که در کتابخانه دسترس داره. این کتاب ما مورد توجه مرحوم سباودین کشککی قرار گرفت، خداوند غریق رحمتش کنه. از پاکستان برای من زنگ زد که فرید جان این کتاب بسیار دلچسب است، ما میخواهیم که کتاب اثر چاپ کنیم. ما گفتم اختیار دارین استاد، من یک شاگرد رای دین و رای علوم اجتماعی هستم. کتاب افغانستان آزاد 20 سال پیش چاپ شد، ما برای امپریالیسم روس و یک چارچوب اسلامی را بر افغانستان پیشنهاد کردم. در سال 1993 بود که دو نفر در مسجد کانکورد جنگ میکردن، دو زدن یکی دیگر دامن مسجد. من دیدم که افغانا برای یکی دیگر که دو میزنن فش میزنن، بعضی که اینا حدیث نمیفهمن، حدیث مبارک نمیفهمن، حدیث رسول خدا را نمیفهمن. از این خاطر ما در وقت 1993 که در وقت باز برادرهایی که در ایجا امروز تبلیغ دین میکنن ایجا امریکان آمده بودن و یکی دو نفر که در ایجا بود اینا به سطح که امروز هستن قطعا ارزندام نکرده بودن، ما احادیث شریف با ریاض صالحین چاپ کردم 1000 کپی و در کالیفرنیا تقسیم کردم و او 4 بار توزیع شد و توسط افغانا چاپ شد با پوش سبز که اکثریت مردم اون را دارن. در کاول پارک کانکورد، در کاول پارک کانکورد فراموشم نشه که قاری صاحب صفی الله صمدی بسیار کمک کرد که خداوند خیرش بده که احادیثی که چاپ کردم، یکی از اشخاصی که بسیار کمک کرد که احادیث تکثیر کنم در مسجد مهاجرین اون وقت که وقت خود قاری صاحبم قاری نشده بود در سال 93.
ما احادیث برش دادم و ما باز تشکر میکنم که در مون سال 93 امرای ما کمک کرد که احادیث چاپ شود، احادیث تکثیر شود. در می سال 93 بود که در کاول پارک کانکورد، شهر کانکورد در شمال کالیفرنیا نماز میخواندیم. بسیاری برادرها هنوز هم زنده هستن. یکی از مسلمان های غیر افغان، غیر حنفی مذهب آورده بودن که نماز بده و او تکبیرات زیادتر گفت. کل مردم غالمغال کردن که من نماز غلط کرده، در حال که شافعی بود. ما چی کردم؟ ما کتاب اهل سنت و جماعت که رؤوف توکلی نوشته بود، ما او را به مصرف خود اثر تکثیر کردم، یک مقدمه داشت نوشته کردم که دکتر صاحب عبدیانی که همیار هم زنده هستند الحمدلله و یک دکتر بسیار مجرب افغانستان بودن، همیشه که مرمه منه مرمه که دکتر صاحب خیر ببینی که کتاب چاپ کردی، چشم ما روشن شد. بالاخره وقتی که طالبا افغانستان گرفتن و سر زن مسلمان افغان چی ماتم آوردن، ما کتاب جندر ایکوالیتی این اسلام نوشته کردم که 5000 کپی فروخته شد. و بالاخره وقتی که امریکایی‌ها رفتن افغانستان گرفتن، من کتاب دموکراتیک امپریالیزم، دموکراتایزیشن ورسس اسلامایزیشن رو نوشته کردم. و وقتی که من شرایط بدبخت داخل خانواده رو دیدم که زن لط میکنن، کوب میکنن، حتی لط میکنن تو چرا پشتو نمیگی و چرا مچم خانه مادرت رفتی و حق نداری که با خوارت تلفن کنی، من هیت می نات یک رساله که یک مؤسسه آمریکایی پیسه شداد مداد ما چاپ کردم و در کالیفرنیا توزیع کردم. موقف ما بینندگان عزیز خاص و خاص یک موقف تعلیمی و ایجوکیشنال است. چیزی را که ما مبارزه کردیم از روزی که ما سر بالا کردیم آزادی فکری است. ما هیچ وقت به هیچ کس اجازه نمیتم که مرا کسی چیز برازی که این حق است که خدا مرا داده. خدا گفته که افلا تعقلون، مگر شما تعقل نمیکنین، و افلا یتتفکرون، شما فکر نمیکنین. هیچ کس حق نداره که در یک نظام دموکراسی و حتی اسلامی براستی کسی چیز بگه که تو چی بگو و چی نگو. و تا امروز از آقای دکتر صاحب سیرت که کلانترین شخصیت اسلامی هستند تا خردترین، یک کس هم پیدا نشده که در 80 مقاله‌ای که ما نوشته کردیم، در 4 کتابی که ما تقسیم کردیم به مردم، یک غلطی هم پیدا کنن که اینی کار تو نادرست است و تو خلاف شریعت و یا خلاف اسلام صحبت کردی. منتها ما به مو استناده که القرآن یفسر الزمان، قرآن نظر بر زمانه خود تفسیر میکنه. اختلاف الاحکام بالاختلاف زمان، احکام نظر به اختلاف زمان فرق میکنه. ما هر چیز نظر به ثواب دید قرن 21 میگم، نه به ثواب دید قرن اول هجری شمسی یا هجری قمری، از اینکه ما امروز در عصر دیگه زندگی میکنیم. در غیر از اون من مثل دیگه مسلمان، اینکه مرا اینا منافق گفتن، من ایره امی یوتیوب به یک دو تا سایکولوژیست هایی که در یونیورسیتی امروی ما درس میتن، من امیر نشان دادم میفهمین چی گفتن. و ما گفتن که اینا کی کار کردن به خاطر 3 دلیل از نگاه روانشناسی، یا اینا جلس هستن، حسود هستن، یا اینا they have fear، ترس دارن از عقاید تو. باز یک معمول در خانواده ها را پیدا کردیم پیر و جوان و خرد و هر کس مرا میشنوه، و یا they feel insecure، خودشان به خود اطمینان ندارن، از او خاطر یک آدم تخریب میکنن. مثل که در گذشته ها یک آدم به خاطر عقاید سیاسیش در افغانستان بندی میکردن، شما خبر دارین، یک آدم زولانه میکردن به خاطر عقاید سیاسیش میکشتن. چرا؟ به خاطر از اینکه میترسیدن. یک بریک میگیریم، برای اینکه 4 دقیقه از وقت بریک ما تیر شده، پس میم به خدمت شما هستیم. تشکر. تخفیف، تخفیف، تخفیف. نماینده کمپانی مشهور فارمر اینشورنس ابراهیم رحیمی به هموطنان عزیز خود در مورد بیمه موتر، بیمه خانه، بیمه حیات و سلامتی، بیمه تجارتی، املاک مسکونی، صنعتی و خدمات بدنی کارمندان شما با تخفیف 30-40% آماده خدمت می باشد. شماره تلفن 510-258-3012. اعلامیه لیتل بازار، لباس‌های افغانی زنانه، مردانه و دخترانه با انواع و رنگ‌های مختلف، چادرهای گاچی ابروشمی با حاشیه‌های دستدوزی با رنگ‌های مختلف، زیورات زنانه و دخترانه، لوازم و ضروریات مراسم عقد نکاح، جشن‌های عروسی و نامزدی. ما همه سفارشات شما را با جبین کشاده استقبال نموده و با پرداخت هزینه پستی
در سر تا سر جهان با آدرس شما ارسال می‌دارد. شماره تلفن 510-794-8447. Always Travel در بیریا شمال کالیفرنیا دارای امتیازات ARC، IATAN، خدمات مکمل مسافرتی، ارزان‌ترین تکت‌های هوایی به افغانستان، اروپا و تمام نقاط جهان. Always Travel همیشه با نرخ‌های دیگران برای سهولت مالی بیشتر شما رقابت می‌نماید. لطفاً با نسرین نظامی اروند به شماره‌های زیر تماس گیرید. Toll free 877-627-3595 و یا 925-755-7997. نیویورک پیزا. نیویورک پیزا یک نام آشنا، اکنون در سه موقعیت در خدمت هموطنان است. پیزاهای مزه‌دار نیویورک پیزا را که با گوشت حلال تهیه می شود در منازل و محل کارتان فرمایش دهید. نیویورک پیزا در شهرهای هوارد، پالو آلتو و پلزنتون با دلیوری مجانی در خدمت شماست. شماره های تلفن شهر هوارد 510-786-3165، پالو آلتو 650-328-6800 و شهر پلزنتون 925-484-4540. رستوران نیویورک پیزا با یک منیجر با تجربه نیازمند است. ساعات کار دلخواه، معاش خوب و امکانات شراکت از ویژگی های این وظیفه می باشد. هموطنان عزیز می توانند با مصطفی با تلفن نمبر 510-209-8235 تماس. سویت دریمز یکی از مجهزترین مرکز دیزاین با کارگران پروفشنل در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت هموطنان عزیز. سویت دریمز محافل خوشی شما را با شکوه‌تر و زیباترین و مانگاترین لحظات زندگیتان را رنگین‌تر می‌سازد. برای معلومات بیشتر لطفاً با خانم نسرین به شماره تلفن‌های 510-449-819-925-240-0522 و یا وبسایت www.sweetdreamsevents.com مراجعه فرمایید. The House of Couture is ready to serve you, located in the heart of Walnut Creek. Boutique House of Couture در قلب شهر Walnut Creek در خدمت شما همشهریان عزیز می باشد. از Boutique House of Couture لباس‌های زیبای عروسی، نکاح، شینی‌خوری، شب‌نشینی و لباس‌های خانم‌های حجاب پوش، دریشی‌های مردانه و زنانه با پارچه‌های قشنگ ایتالیایی، فرانسوی، انگلیسی به دست آورید. For more information, please contact Sharifa Rauf at 925-943-1505. با سلام مجدد، دیگه موقف ما به جواب بی بی گل ما دختر یک دوست بسیار گرامی و دانشمند من مرحوم مستمندی همیست که در اسلام هیچ تبعیض بین زن و مرد نیست. There's no discrimination between men and women. هر کسی که میگه که مرد در اسلام بلندتر است و یا زن پایینتر است، لطفا در این تلویزیون بیاید که امرای ما بشینه گپ بزنه. در اسلام پشتون کدام توافق نداره سر ازبک و تاجک و هزاره، و تاجک و هزاره و تاجک و قرغز و اینا کدام برتری سر پشتون ندارن. کلشان یک مردم افغانستان هستن و اینا مسکونی افغانستان هستن. هیچ کس سر هیچ کس برتری نداره بجز از تقوا و دانش. آموختن علم برای مرد و زن فرض است، زن باشه مرد باشه، و افغانستان 87% بیسواد داره و ما باید که افغانستان از بیسوادی ریشکن کنیم و همه گیده اوجه دست بکار شوند که اول افغانستان یک کشوره که 87% بیسواد داشته باشه، شما چی توقع دارن که در دموکراسی پیاده شوه؟ باز خود دموکراسی قدر مشکلات داره که شما هیچ تصور کرده نمیتونید. در خود دموکراسی که شما همین زندگی میکنین تا سال 1964 که لوتر کینگ آمد، سیاها پارت دموکراسی نبودن. اپارتاید جنوب افریقا تا نلسون ماندلا، مبارزات نلسون ماندلا تا 10 سال پیش، اینا حتی برای دیگر اقوام تبعیض میکردن. پس تا که ما از حالت قومی و قبایلی نبراییم و نگوییم که ما مردم ملت مسلمان افغانستان هستیم و رای خود از طریق اسلام پیدا نکنیم،
افغانستان هیچ وقت آرام نمیشه. این موقف سیاسی ماست. موقف تعلیمی ما یا ایجوکیشنال ما همیست که افغانستان از اول تا آخرش باید در ظرف 5 سال باسواد شوه و خودش راه را پیدا کنه از اینکه اینا فریب داده شوند به نام دموکراسی و آزادی. باید که تمام اقوام افغانستان مساوی شناختانده شوند. در افغانستان از نگاه اتنیسیتی، از نگاه اتنیسیتی یا قومیت، قوم پشتون کلانترین قوم است. در یک جای شک و شبه نیست. اما وقتی که قوم پشتون 36% هستند در مقابل 64% فارسی زبان و ازبک زبان و تاجیک زبان و قرغز و بلوچ و ایماق و اینا شما قرار بتین، پشتون ها در اکثریت نیستن. پس در افغانستان تمام مردم افغانستان بدون تبعیض قومی و نژادی و اینما یک مردم هستن. هیچ کس باید برتری نداشته باشه بجز از تقوا و دانش. ما در گذشته هم گفتیم و حال باز میگم، مذاهب شیعه و سنی باید در افغانستان مساوی اعلام شوه و هیره هیچ کس تال نگفته. و ما که ما گفتیم سرما انتقاد میکنن که بسیار از خود میگن. اگر میگم ما، میگن که حتما از طرف کدام حزب صحبت میکنن. خب اگر ما چطور گپ بزنم؟ اگر ما میگم میگن این از خود گپ میزنن. اگر ما میگم میگن والله حتما از طرف کدام حزب صحبت میکنن. در حالی که ما از یک استاد خود در جامعه شناسی و سوسیولوژی آموختم که در هیچ حزب باید داخل نشیم. مذاهب سنی و شیعه در افغانستان باید مساوی اعلام شوه. مسائل خانوادگی مذاهب شیعه و سنی بر خودشان مانده شود. در دیگر مسائل اجتماعی و سیاسی باید که علمای شیعه و سنی بشنن و ببینن که چطور مسائل حل کرده میتونن. اگر که یک کار به نفع ملت باشد که سنی ها پیشنهاد میکنن، به نفع ملت باشه شیعه ها مورد قبول کنن، و اگر یک کار به نفع ملت باشه که شیعه پیشنهاد کردن و سنی ها امو ایده را هنوز برشون پیش نشده، باید که سنی ها مورد قبول کنن. یک چشم افغانستان سنیست، یک چشم شیعه است. پس تا که ما عدالت قومی و قبایلی نبراییم، تا که ما حقوق مرد و زن در افغانستان مساوی اعلام نکنیم، و تا که ما آزادی بیان و کرام، علم البیان علم بالقلم، هر کس حق داره که هر چیز، فقط یگانه چیزی که نمیتونه بکنه که به ضد قرآن و ضد محمد صلی الله علیه و سلم نوشته کرده نمیتونه. از او بعدش کلش مردم است. خلاص هیچی کدام مشکل نداره. ولی کفر خو نمیشه که آدم برای ابو حنیفه نشته کنه که بین مثلا در اینجا ابو حنیفه معنی نظر معنی نیست. What's wrong with this؟ تا که ما آزادی بیان و کلام نداشته باشیم، تا که زن و مرد در افغانستان حقوقشان مساوی اعلام نشه، تا که مذاهب شیعه و سنی در افغانستان مساوی اعلام نشه، افغانستان هیچ وقت روی خوبی رو نمیبینه. و اینمی فساد که سر نصیر فیاض آمد که اونه دو سه نفر دیگه همیال بندیز، این چون که در تلویزیون به نظر شخصی من مای پرسنال اپین سرشناس کار میکرد، اگر نه اون دو سه نفر دیگه که قرآن شریف ترجمه کردن دیگه، اونا چرا بندیستن؟ خب یک اداره باید میبود که برادر اینی غلطی ها را تو کدی، لطفا غلطی ها را اصلاح کن. دیگه بندی و بندیگری چی داره؟ اینه من خودم امروز صبح سوره بقره را تفسیر میکنم. باید ما ببینم کسی پیش بگه که تو چرا این کار کردی؟ برای ازی که دموکراسی نمیره ایجاب میکنه که کسی که به سبب پی ایچ دی در این کشور کار میکنه حق داره که در علوم اجتماعی و دینی و سیاسی و اینا تحقیق کنه و تتبع کنه. این حق است که قانون برای ما داده. پس در کشور هیچ قانون نیست. من منتظر تلفون هایتان هستم. این کتاب Bleeding Afghanistan در پشتش راستی یک چیز بسیار خوب نوشته کرده یک پروفسور بسیار کلان امریکایی درباره از این کتاب نوشته کرده که This is not the bookseller of Kabul. Bookseller of Kabul یک کتاب دیگه است که درباره افغانستان چاپ شده. This is not the bookseller of Kabul or the kite runner. It is not for late drinking liberals. که در افغانستان یک تعداد وزیرها و اینا هستن که اینا شبانه باز صبح تسبیگک ها در دستشان هست، باز شب و اینا محافل خود دارن و باز درنگ دارن و باز خانم هست و باز جوشش و خروش هست و بسیار پست هستن. اینا واقعا بسیار بسیار بناموز هستن. برای اینکه اینا مردم که تسبیه اینا فریب میتن. This is not for late drinking liberals who want to save exotic Afghan men and women. It is about what America is really doing today in Afghanistan after the Taliban was ousted. And what we did before. بسیار کتاب 90% از این بسیار کتاب جالب است. بفرمایید تلویزیون نور دکتر یونس در خدمتتان هستم.
بفرمایید. دکتر صاحب من زکیت، السلام علیکم. السلام علیکم بی بی گلم، چطور هستین؟ صحتم خوب. زنده باشین، بفرمایید. اول ترازم دکتر صاحب سلود تلویزیون با شما و و مسئلت های بیشتر شما رو میخوایم. زنده باشین. و واقعا همه پروگرام ها فوق‌العاده عالی و خوب در این مدت یک سال بود. زنده باشین. شاید بشستیم مخصوصا پروگرام شما. زنده باشین. به هر صورت دکتر صاحب گفت می رفتیم گذاشته و پیشتر از یک هفته پیشتر از این چندین بار تلفن کردم ولی متاسفانه نتونستم که رفتم به خاطر می پروگرام دخترک یهود هنه. بله 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 هنه بله اون بیتا خون مخصوصا همی فیلم ازی. بله شما فکر کنید که از نفس خود زاهی. بله بله من دختر و این رقم فیلم مستند. بله بله کنده بود که واقعا خالی دلچسپی نبود. بله شما سوال دارم که آیا دیویدی های فیلم فروخته میشه یا نه؟ بله 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 دیویدی های از این فیلم فروخته میشه و شما نمره ما را نوشته کردن 925-456-66 در خانه زنگ بزنین، ما آدرس دیویدی را میتونین که شما او را از طریق انترنت آردر کنین و بگرین و در خانه داشته باشین و همراه همسایه هایتان شریک شوین و همراه دیگر دوستا شریک شوین. بعضی مردم ما باید در مورد موقف مسلمان ها ایجوکیتد شوین. بسیار تشکر. بیمه از تلیفون تان یک جان پروگرام داشتیم. زنده باشیم. من پیشتر دکتر پروگرام شما را که دیدم و از جمله کلماتی که شما زدیم گفتیم که 26 سال پیش و 21 سال پیش در کلا کلیم زدن و مرا گفتن چوب باش. بله بله. تال میزنن. دکتر به شما با کمال معذرت میگم که امیالم در کلا کلی شما میزنن که چوب باش. اما ما بسیاری کلیم ما چون چی باره یک کلاس هید نمیش کنه دیگه، از او خاطر تا حال زنده موندیم. بسیار تشکر بی بی گلم. از شما پروگرام هایتان را پیش ببرین. زنده باشین. مخصوصا که شما سیاست از اسلام و اسلام از سیاست جدا نکدیم. نه هیچ وقت بدنی بدن نمی کنم. بسیار از تلیفون تان تشکر می کنم بی بی گلم. از زنده باشین. بفرمایید. شما هم پیشتر گفتین که طالبا از بین رفته. بله بله. و آل یک نهضت اسلامی. بله 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 بله. من شما سوال دارم دکتر صاحب. بله. نهضت اسلامی آیا همیز که گردن بزنن و کله ببرن و وحشت در بین مردم و یعنی امیال افغانستان قبل زندگی واقعا آفرین و مردمی که خدا میدونه شب و روز چه قسم خواب دارن. بله بله. اولادشان در خطر، خودشان در خطر، دخترشان در خطر. شما این دختر 4 ساله 5 ساله حتی 2 ساله و 12 ساله و 14 ساله در مملکت 4 نفر 5 نفر دیب میکنن و هیچ کس لایشان برا نمیکنن و کس چیز نمیگن. بله بله. خب از این میگذاریم. ما شما سوال ما ایست که شما گفتین طالبا از بین رفته. بله بله. و یک نهضت اسلامی. بله بله بله. این روشن بسازین لطفا که بسیار خوب، بسیار خوب، بسیار تشکر. گردن بزنن و کلا بزنن. بله بله. ما سوال شما را گرفتم. زنده باشین. ما بر شما جواب میگم. تشکر. در جامعه بین المللی اسلامی یک روند تروریستی متاسفانه دوام داره که این روند تروریستی یک میگن که این از طرف خود مسلمان هست، یک ادام میگن که از طرف مسلمان ها نیست. مثل که مسئله سپتامبر 11 بسیار کتاب ها در امریکا برآمد که یک تعداد خود حکومت به سپتامبر 11 محکوم کردن و یک تعداد دیگر گفتن که نه، این توسط مسلمان ها شده. که امون مسلمان ها مگه شده شاید که اینا پیشکده خود حکومت امریکا بوده باشند. یعنی این تئوری های زد و نقیص در باره امی تروریست های مسلمان هم که امروز هستن است. آمدیم سر از این که اسلام دین صلح است، اسلام دین محبت است، اسلام دین مدنیت است، اسلام دین اخلاق است، اسلام تروریسم، خشونت، زدن و کندن و سربریدن و اینا را نتونم محکوم کرده، خلاف عدالت اسلامی میدانم. چیزی که من بر شما در این حالت امروزی میگم ایست که مسلمان ها تاپه زده شدن خوب و خرابش به نام تروریست. خوب و خراب مسلمان امروز تاپه شده به نام تروریست. مسلمان ها کشورهایشان فلسطین، افغانستان،
چچنیا، کشمیر، کلی کشورها گرفته شده و عراق خونه شما ببینین که گرفت و میخوان و عراق و افغانستان یک لیتمس تست بوده از نگاه کیمیا که اگر ما مهار کردیم دیگه کشورها را ما در پشتش اساسا گرفته میریم و صدای مسلمان ها را هیچ کس نیست که بشنوه، نه ایالات متحده آمریکا خود در رأس از این مسلمان کشی است و قوای غربی در پشتش است و اسرائیل در پشتش است. اینا برازی که امی ما مسلمان ها شدید مخالف از این روند تروریسم که اگر از طرف مسلمان ها هستیم، معلومدار شدید مخالف هستیم، اما چرا کشورهای غربی نمیمانند که مردم استقلال خود داشته باشند؟ چرا نمیخواین که ما مردم مسلمان افغانستان و کشمیر و فلسطین، کنه شما فلسطین به خودتان به چشم سر دیدین دیویدیشه، چرا نمیمانند که مردم حماس آمد سر کار، حماس کسی بر رسمیت نمیشناسن؟ برای اینکه هیچ نمیخواین مثل الجزایر، مثل فلسطین، مثل افغانستان و مثل ایران که حالا پشت گرفتن که مسلمان ها سر قدرت باشن، مثل که در ترکیه در پشت حزب اسلامی ترکیه افتیدن. لذا چون هیچ راه برای مسلمان ها نمانده، اگر مسلمان ها میکار میکنن که یک کار درست نیست، زدن و کندن مردم، همی بمپراندن و تو را یک کار درست نیست، اونا از نگاه روانی، از نگاه روانی مثل که این دختر آنا گفت، خانهشان گرفته شده، وطنشان گرفته شده، زمینشان گرفته شده، کل چیز مسلمان ها گرفته شده به نام آزادی و دموکراسی. شما چی میکنین؟ یک آدم انتراکوی خانه تانم بگره، اولاد تانم بگره، اولاد تانم پیشوی تان بکشه، تمام روز امروز در مناطق افغانستان بم انداخته میشه، شما چی میکنین؟ یعنی چی چاره دارین غیر از این؟ بفرماین، تلویزیون نور فرید یونس در خدمت تان هستم، بفرماین. من در پروگرام لایف هستم؟ بله بفرماین بی بی گل من، بفرماین. در خدمت شما سلام ادب میکنم. زنده باشین بی بی. که برنامه شما از جمله بهترین برنامه در این تلویزیون است، من بسیار علاقه‌مند هستم. زنده باشین. سوال داشتم از شما جناب دکتر صاحب. بفرمایید. می‌خواستم بفهمم که آیا اسلام در 1400 سال قبل به وجود آمده و یا نظر به این که در کتاب نوشته است که مثلا زمانی که خداوند عرش معلا را ساخت در اون نشتت که لا اله الا الله محمد رسول الله به این مورد لطفا شما برای من معلومات بدین و سوال دومی است که آیا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کدام کلمه را میخوان؟ کلمه خدا میخوندن؟ لطفا در این مورد برای من معلومات بدین. تشکر شما. زنده باشین. اولی که اسلام از وقتی که آدم علیه السلام خلق شد با بی بی هوا، اینمی شروع اسلام است. اسلام توسط حضرت رسول کریم صلی الله علیه وسلم شروع نشده. اسلام دین آخری بوده، از این خاطر است که پیغمبر کریم خاتم النبیین میگن، که یعنی تمام پیغمبرهایی که پیش از این بوده، کل از این پیغمبرها به استناد تئولوژی اسلامی اینا همش مسلمان بودن. به حساب قرآن حضرت موسی علیه السلام، حضرت عیسی علیه السلام، حضرت ابراهیم علیه السلام، اینا همگی مسلمان بودن. برای اینکه اینا توحید چی میکردن؟ پخش میکردن. توحید یعنی که خدا یکیست، جهان یکیست، علم یکیست، انسان یکیست. این توحید است. و خدا پرستی را و یک چیزایی که به موقف خود باید بگویم، به که پیشتر به جواب مریم جان، که اسلام خدا پرستی را چی میکنه؟ نه شخصیت پرستی، قوم پرستی، نه ایفام امپراتور پرستی، تنها خدا پرستی را تکثیر میکنه. و معلومدار وقتی که حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم بعث آخرین پیامبر اسلام آمدن و اقدر ناز و نعمت عزی در پیش خداوند پروردگار بزرگ زیاد بود که نامش در پالوی وحدانیت خود ماند، که گفت لا اله الا الله محمد رسول الله. ای امو دکلریشن آف فیت و شروع مسلمان شدن یک مسلمان است که خداوند به خاطر کرامتی که پیغمبر کریم داشت، به خاطر نبوت آخریش و به خاطر معصومیتش، به خاطر از اینکه حضرت رسول کریم سه وصف داشت که هیچ انسان دیگه وصف نداره، هیچ انسان دیگه نداره، و او سه وصف
اولش علمیت است که هیچ کس علم پیغمبر نداشت و نداره و نخواهد داشت، و دومش علمیت است که هیچ بنی بشر دیگه علم پیغمبر نداشت و نخواهد داشت در آینده، و سومش معصومیت است که پیغمبر کریم یگانه شخصیت است که معصوم بود، برای از اینکه تمام انبیا اینا معصومین بودن، انسان‌های دیگه معصوم نبودن. از همین خاطر شما تاریخ انبیا را بخونین، هیچ کس نتونسته که یکی از پیغمبرای خدا را، تا جایی که من خبر دارم اگه غلط نکرده باشم، هیچ کس نتونسته که پیغمبر خدا را بکشه. بعضی پیغمبر ما یکی از مشخصات معصومیت همیست که پیغمبر همیشه در حمایت خدا بوده و کسی را کشته نتونسته. و شما هم دیگه پیغمبرا رو ببینید کسی کشته نتونسته شون. تلویزیون نور، دکتر یونس بفرمایید. سلام علیکم. السلام علیکم جانم. دکتر صد، ما سمیر از فریمان گپ میزنم. بفرمایید جانم. السلام علیکم. فقط یک سوال داشتم دکتر صد. یک سوال همین بود که مو همشیره پیش سوال کرد که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم کدام کلمه رو اونها خودشان میخواندن؟ بله بله بله. مو از مثل مسلمان. بله بله. و دوم شما یادآوری کردین دکتر صد بیشتر در سر صحبتتان که گفتین شیعه و سنی مخلوق یک چیز باشن، گفتین بله افغانستان مقام یک دو چیز داشته باشن. بله. کدام حساب شما را گفتین؟ آیا به حساب اسلام یا به حساب سیاست یا به حساب داخل افغانستان اوضاعی؟ بچشم برای همین صحبت کنیم. بچشم، ما بر شما گفتم که خداوند نام پیغمبر کریم در پالوی نام خود ماند، و این خداوند نام پیغمبر در پالوی نام پیغمبر کریم در پالوی خود ماند به خاطر نیاز بزرگواری پیغمبر کریم. این در جواب سوال اولتان. دوم، از نگاه سیاست نگفتم. سنی و شیعه دو چشم اسلام است. سنی یک پایه اسلام است، شیعه یک پایه اسلام است. قرآن ما یکی است، پیامبر ما یکی است، خدای ما یکی است. در مسائل فقهی و مسائل تاریخ و اینا اگر اختلاف نظر است، این کدام مشکل نیست. این که سالیان سال مثلا همیشه سنی ها در افغانستان در اکثریت بودن، این از این بابت قابل قبول نیست. این جامعه امروزی را قبول کرده نمیتونه. و دومی که در اسلام هیچ اکثریت و اقلیت نیست، این اکثریت و اقلیت در نظام دموکراسی است که در پارلمان امریکا هم، در کانگرس امریکا هم، مثلا حزب جمهوری خواه در اکثریت است و حزب دموکرات در اقلیت. در اسلام همگی مسلمان هستند و هدفشان برای پیشرفت جامعه کلگی یکی باید باشه، و در تمام مسائل باید که از نگاه مشوره باید که حل کنن. هیچ نه مسئله سیاست است، نه کدام مسئله دیگه است. یک چیز است که باید که علمای سنی ایره در افغانستان مطرح کنن، و مایل شدید به خدا کنه که صدای مرا در افغانستان بشنون و این تلویزیون ببینن. باید که شیعه و سنی یکی باشه. چرا نباشه؟ چی کم بوتی داره شیعه که نباشه؟ و چی کم بوتی داره سنی که نباشه؟ هر دوش یک ملت است. هر دوش در سنی هم حنفی است، شافعی است، مالکی است، حنبلی است. در شیعه هم مثلا دوازده امامی است، اسماعیلی است. اینا کلگی باید که حقوقشان مساوی اعلام شود، تا هر کس داخل چارچوب مساوات و عدالت عرض اندام کنند. شما چطور در افغانستان عدالت بیاریم در حالی که زیربنای اسلام عدالت است، زیربنای اسلام علم است یعنی قرآن است، زیربنای اسلام عبادت است یعنی اطاعت از خداست. ما چطور عدالت بیاریم در حالی که یک بخشی از مردم خود پایانتر بدانیم مثل شیعه و یک گروه از مردم مثل زن پایانتر بدانیم؟ پس عدالت اسلامی چی شد؟ یک بریک دیگه میگیرم، شما در باشین انشالله. یک بریک دیگه میگیریم پس در خدمت شما هستیم. تشکر. Sky Vision Production از مجربترین مؤسسات فیلم برداری و عکاسی بوده، با مجهزترین کمره های عصری، آلات عکاسی و فیلم برداری،
خاطرات زیبای محافل شما را درج تاریخ خانوادگیتان می سازد. سکای ویژن پروڈکشن وعده می نماید تا فیلم و آلبوم عکاسی شما را با وقت معین به اختیار شما بگذارد. لطفاً با آقای بدر که در این رشته تحصیلات عالی از اروپا دارند و شماره‌های زیل تماس گیرید. 510-402-3855 و 510-857-4376. Elegant Drapery مشتاق به خانم های مشکل پسنده خوش ذوق. Elegant Drapery نامی که با تجربه و ابتکار و نوآفرین به زیبایی منازل شما پیوند دارد. Elegant Drapery با کستوم و دوخت و نصب پرده های زیبا و دیکور استثنایی توسط کارگران با تجربه و ماهر با قیمت های مناسب در خدمت هموطنان عزیز می باشد. همچنان روی تختی های مقبول با رنگ های مورد پسند شما. پوش کردن چوکی ها با همراه تکه های زیبا از 60-50% تخفیف به هموطنان عزیز در نظر گرفته شده است. هموطنان ما می توانند از طریق Elegant Drapery همه وسایل دکور منازل خود را از قبیل کستوم، شاترز، بلایند که از کمپانی مشهور آمریکایی به نام انتر داگلس می باشد به دست بیاورند. جهت معلومات بیشتر لطفا به تلفن های ایریا کد 510-206-6478 و یا تلفن مجانی 1-866-415-1100 به تماس شوند. لیدل کابل، مغازه خوراک فروشی لیدل کابل در شهر فریمان در خدمت هموطنان عزیز. لیدل کابل با داشتن بخش های مختلف از قبیل نانوایی، قصابی، سامانالات و ظروف آشپزخانه از شما هموطنان عزیز پذیرایی می کند. همچنان لیدل کابل با عرضه خوشمزه ترین کباب های افغانی با قیمت فی خوراک $6.99، گوشت اخته شده برای کباب، بولانی گندنه، بولانی کچالو و نان تازه افغانی با قیمت $1.75 در خدمت شما عزیزان است. آدرس 4673 تورنتون سویت کی، تلفن نمبر 510-818-9201. میفهمین چرا اینقدر خوش هستم؟ به خاطر از اینکه برای اولین بار زنم یک گپ از دانش برآمد که هم به مفاد ماست و هم به مفاد تمام فامیل، حتی به مفاد کلگی شما. اومدم سیب که محترم منم سیب بیمه کن، خانه برام بیمه کن، بزنس کوچک دارم اونم بیمه کن، کلام دارم اونم بیمه کن، حتی بیمی سیهی ما را سیب. ما همیشه در خدمت هموطنان و دوستان عزیز خود قرار داریم. این لاتیری میگه خود بیمه کنین، تکلیف نمیبینین، همه چیز تان نمیده، ایچاد نمیشین. با سلام مجدد، منتظر تلفن های شما هستیم. چیزی که بر شما میخواستم بگویم این است که امروز در امریکا، قانون امریکا تمام مذاهب به رسمیت میشناسه و مردم در اینجا در مقابل قانون حقوق مساوی دارن. اگر ما و شما منعیس مسلمان ها میگیم اسلام بهتر است از نظام غربی، پس باید ثبوت کنیم که اسلام بهتر است. وقتی که یک زن افغان بفهمه که حقوقش در داخل امریکا تأمین است اما در زیر نظام لوای اسلام تأمین نیست و او را سکند کلاس سیتیزن میبینن، اگر یک شیعه میبینه که ما حقوق ما در نظام غربی حقوقشان داده میشه و اما در نظام اسلام حقوقشان داده نمیشه، پس عدالت اسلامی چی شد؟ ما فورس میکنیم مردم به دموکراسی و دموکراسی های فاسد، برای اینکه ما نمیتونیم که خود ما عدالت بیاریم. ایست پوینت اسلام که اسلام تبعیض نمیشناسه، دورنگی را نمیشناسه، دورویی را نمیشناسه، اخلاق را میشناسه، دانش را میشناسه، کل جامعه را با یک قسم میبینه و تبعیض طبقاتی در اسلام وجود نداره. اما این که در گذشته ها بوده ای گناه اسلام نیست. بفرمایید، تلویزیون نور فرید یونس در خدمت شما هستم. بفرمایید. سلام دکتر صاحب، چه داره خوب؟ زنده باشین بی بی گل، زنده باشین. بفرمایید. من
سویل هستم از نیوجرسی. اول شما تشکر میکنم بخاطر کتاب فرستاده. خواهش میکنم. بعد از برنامه شما تشکر میکنم، بسیار برنامه خوبی دارین. یعنی هر هفته منتظرم که برنامه شما شروع بشه. زنده باشید. و خیلی خوشمومی از برنامه شما. زنده باشید. بعد یک سوال داشتم از شما راجع به سوره بقره، گفتین که قرار شما او را تفسیر کنین. بله. بعد اولا ما شما پرسیم چه سوره بقره بدون بسم الله شروع شده؟ دیون برای چه اسم سوره بقره؟ بعد سوال بعدی من اینه که من الان نفهم دقیقا کدوم قسمت از سوره بقره بود، اما اولا این فکر میکنم شاید سوره حد آیه شاید هشتم تا دهم مثلا گفته که یک چیز راجع به کافرا کسی که ایمان نیاوردن آمده که یعنی اونا باید بکشه. این ماستون بفهم خب کسی که ایمان ندارن خب به زور که نمیشه ایمان برای اینا تلقیم کرد. بعد راجع به این ماستون لطفانین من بفهم بعد ماستون منو چند تا آیه شما من مثلا یا طلب تفسیر کردین یا بعد این به صورت کتاب به بازار عرضه میکنیم یا نه؟ انشالله. من شما را میگم اولی که سوره بقره با بسم الله شروع میشه، نمبر یک. سوره توبه با بسم الله شروع نمیشه. و دومی که کافر که آمده، چرا کافر محکوم شده؟ یک در سوال دگان بر من آمده بود که یک آدم کافر است سوات حالا چی کافر نه کافر کافر وقتی که یک آدم کافر میشه نه تنها که خدا را انکار میکنه، تمام قانون طبیعت را انکار میکنه. برای از اینکه law of nature and law of Allah is one in the same. خب وقتی کافر میشه نه تنها که خدا را انکار میکنه که خالقش خداست، که از نگاه تئولوژی بالکل درست است که خالقش خداست، این را انکار میکنه، این قانون طبیعت را انکار میکنه. وقتی که قانون طبیعت را انکار کرد، این مسمر واقع نمیشه به طبیعت، برای از اینکه این جز طبیعت است. چون جز طبیعت است، این وقتی که قانون طبیعت انکار کرد، این مسمر واقع نمیشه. پس وقتی که خداوند میگه که من انسانم من ایس خلیفه خود در روی زمین قرار دادیم، وقتی که او خلیفه شست و او خالق خود نشناسه، او نمیتونه که خلیفگی بکنه. از این خاطر است که یک آدم کافر که خدا را نمیشناسه و قانونش را نمیشناسه و دالین که در آخر الحمد شریف آمده، امی گمراهان امی کسان هستن که قانون خدا را نمیشناسن. و اما امروز ما در بین سیکولاریست های افغان هم داریم که میگن خدا هست، پیغمبر برحق است، اما قانونش قبول ندارن. و تمام بدبختی افغانستان و بدبختی امریکا و همه جای دیگه هم است که قانون خلقت اینا انکار میکنن و از طریق تئوریای غیر اسلامی پیش میرن که هیچ ما را غیر زیادتر کانفیوز کرده. و در مورد از اینکه ما چرا سوره بقره را تمزیم، سوره بقره مقدمه قرآن است و ما چون مقدمه قرآن است، تمام قوانین قرآن و قوانین اسلام به سوره بقره نهفته است و این در حدود یک کتاب بسیار زخیم میشه. وقتی که 200 من در آیه 27 است ماله، من روز دو آیه کار میکنم از اینکه ار آیه نیم سفر هم میگره که تفسیر شوه و من ایره باعث یک کتاب چاپ میکنم، نه باعث یک رساله کوچک، و من ایره باعث یک کتاب چاپ میکنم و پیش خود تعهد کردیم که تا ماه دسامبر ای خلاص شوه و یا لیتست جنوری خلاص شوه و تا ماه فوری یا مارچ 2009 ای به چاپ برسه. و من کل کارهای خودم ماندیم برای اینکه ما مشکل ما مسلمان‌ها ایسته که ترجمه های قرآن شریف، مثلا ترجمه کابلی، ترجمه و تفسیر کابلی، ترجمه حسینی، از ترجمه فولادوان، ترجمه خرمشاهی، ترجمه انگلیسی از اسد و یوسف علی و اینا، اما ما به زبان فارسی دری یک تفسیری که به جوابگوی نیازمندی های امروز باشه نداریم. طور مثال الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، یکی از معناهای امی آیت امیسته که ایدئولوژی را رد میکنه، که قرآن گگانه میان که اسلامیک ایدئولوژی یا اسلامیک ایدئولوژی اسلامی، قرآن ایدئولوژی نیست، اسلام ایدئولوژی نیست. برای کسی که عقیده داره یک ثبوت محکم است. ایدئولوژی یعنی علم نظریات،
علم نظریات مثلا به ثبوت است. قرآن ثبوت کار نداره. برای کسی مثل شما که مسلمان هستین و مثل من ثبوت کار ندارم. من قرآن هر حرفش از طرف خداوند آمده نازل شده ما او را قبول کردیم. اینال رای ماست که من چطور پیدا کنم که رای ماست که من چطور پیدا کنم که امی قرآن مجید به رای حل مشکلات ما در جامعه امروز میشه. این به این معنی نیست که ما از قرآن براییم یا خدا نخواسته احادیث مبارک ما بدون برازی که قرآن و حدیث محمد یکی دیگه هستن. ما نمیتونیم که بدون حدیث قرآن کار کنیم. و اما باید قرآن مثلا به استرابط ساینس امروز، جامعه شناسی امروز، مثلا منافقین 1400 سال پیش تا منافقین امروز که امروز صدای تاش در افغانستان همیال در چوکی هاششتن و امروز در میجه منافقینه که قانون اسلام قبول ایخ منافق شا خودم خود نداره که منافق شا خودم داره. بفرماین تلویزیون نور فرید یونس در خدمت شماست. بفرماین دکتر سیم محترم تلفن میگیره باشه. بله بفرماین. بله بفرماین. بله بفرماین. بله بفرماین. بفرمایید تلویزیون نور. دکتر صاحب محترم سلام علیکم. السلام علیکم جانم. من سلام های خود خدمت جناب محترم شما و شنوانده های عزیزتان، مخصوصا افغان های عزیز و مظلوم ما که در سر تا سر افغانستان هستن و سایر نقاط دنیا، تعظیم و احترام برای شما و برای همه از جناب. با شما همچنان. ثانیا محترم دکتر صاحب یونس، از خدمات اجتماعی شما، از خدمات علمی و عرفانی شما که شما گوشه های خانه را و روزهای رخصتی تانه و ساعت را که با اعضای فامیل و آل و بیت او را میتانیم بگذرانیم به بسیار خوشدوی میاین او را به صحنه، چون احساس ملی داریم و مکلفیت ملی داریم، به خود احساس میکنیم و مکلفیت انسانی و اسلامی داریم، او را میاریم در قبال جامعه برای مردم عرض میکنیم. از شما جهان سپاس و پروردگار کتیبه های بیتتان بر شما عمر خدره نصیب بسازم. زنده باشید، کم نشید. معذری ده که دفتر سید چند موضوعی بسیار خاص ده شما با لحظات گذشته که من متاسفانه دیرتر رسیدم، دیرتر تعقیب کردم پروگرامتانه درباره اوضاع و اوصاف و اشخاصی که در خصوصا در این ماهای گذشته در مابین افغانستان بعضی موضوعات را دامن میزنن و گپ ها و سخنهای را، از موضوعاتی که بندی کردن ژورنالیست ها تا گرفتن از اینا و تا این موضوعات قانون و قانونی اطفال افغانستان که امروز به چه رقم آل دیگه تفنگ و توپ و تانک و مرمی اونا را نمیکشه، باید اونا به موضوعات دیگه جان خود ببازن، عزت و عفت خود ببازن. چند معذرت دکتر صاحب محترم، ما فرق از این مردم هایی را که کارها را میکنن در سابق هم این موضوعات بوده، لیکن بر از اینا کس ایتو نام خاص و مخصوص پیدا نکردن. منظور مزید سید که اگر در زمان سابق هم این وحشت که در افغانستان بار شد، چی از زمان خلقی و پرچمی ها، چی کسایی که در سال 92 به بار آمدن، چی طالبای وحشی که آمدن، این کارها تکرار شده بود. ظلم که اگر در سر زن در وقت طالبا بود آل امست، در سر اطفال افغانستان ظلم بود آل امست، در سر مطبوعات افغانستان گوهایتان کس چیز مشته میکرد و نموت گم میشد و بندی میشد و زده میشد و وطن فرار میکرد و حال امست. و این قانون اساسی و این چیزهایی که اینا نشته کردن به او امضا کردن، اگر این قانون اساسی بر مفایدشان کار کنه، بر مفاید شخصی و روزگارشان مفاید اجتماعیشان کار کنه، او قانون اساسی رو میان به تلویزیون ها مثال ها میتن و از او پشتیبانی میکنن. در غیر از او که اگر مفاید شخصیشان مطرح بحث نباشه، او قانون اساسی اصلا ارتباطی نداره با این وطن و این وطندار که او قانون اساسی را کوساینش بوده، ساین کرده در مابین بن، در مابین افغانستان، به حضور علما و به حضور رؤسای دیگه خارج کشورهای خارج اصلا ارزش یک توت هم برای او نداره. در مابین افغانستان دکتر صاحب محترم بیشتر از 120-130 رسانه های خبری که مردم باید مطلع شوند که بسیاری از این رسانه های خبری یا از این اخبارهایی که در مابین افغانستان چاپ میشه، اینا افغان هایی هستند که از طرف دولت های خارج
به اصطلاح استخدام شدن، هایر شدن که رسانه ها را اونا نوشته میکنن، پخش میکنن. ما تا امروزی روز این تلویزیون هایی که در مابین کالیفرنیا است، مانند تلویزیون نور و سایر از اینا، اینا مسئولیت های دیگه دارن، لیکن این 8-9 تلویزیونی که در مابین افغانستان است، یک روز ما دکتر صد کسی را ندیدم که از جنرال امریکایی، جنرال کانادایی، جنرال نمیدانم انگلیسی یا آلمانی برن پرسان کنن که می بم چرا افتاد، همی خانه چرا بمباردمان شد، یارش چرا کشته شد، و این ملت چرا اتو شد، افکرش ها نبیبینه که تجربه ها انترویو کنه، این چی کار نشد که موضوع جورنالیزم از امی خاطر چرا بادارانشان که کسایی هستن که اینا زمام حکومت به نام کرده و زیان مسعود و خلیلی و اینا گرفتن، اینا اونا را اجازه نمیتن، اینا اونا را نمیمانه. من اگر مفاید از اینا در خطر شود که اگر خبرنگار به نام آقای نصیر فیاض به اونا حقایق از داخل آگاه شوند توسط ارتباطات خود، بخواهد که اونا را به سطح جامعه پخش کنه و اینا را حقایق جامعه را بگوید که برادر اینمی حکومتی بود که در سابق هم حکومت کرده به نام های دیگه، همیش اشخاص هستن که در سابق هم اینا موره ها را تشکیل میدادن، موره های شطرنج اینا تغییر میدادن، اینمو کرده است، همو زیان مسعود است، همو خلیلی است، همو کسایی هستن که ارتباط دارن به این وطن، جنایات کردن اینا از خونهای مردم، اینا دوستایشان ناخوشته است، اعمال سرنوشت از اینا کارهایی کردن در این وطن که سرنوشت با صدها و هزارها فامیل های دیگه را در طول تاریخ در این وطن، خصوصا در طول تاریخ 15 ساله که اینا در امی مورای سیاسی در این وطن بازی کردن، اینا آغشته است. و خلاصه دیگه داکتر صاحب بگویم این جنایاتی که میشه فرزند تعرض به سر از اطفلای افغانستان که شده، این امی کسایی سن داکتر صاحب شما خود تحلیل کنین، آگاه هم هستین ماشاءالله، که در مابین کابل اونمو تبن فروش های داکتر صاحب که ثابت نمیفهم آب ولایتی و آب کشمش میفروختن، این امینا فلحال همی بیرهای خارجی رو میفروشن. شما از کوتل خیرخانه به اون طرف بریم داکتر صاحب محترم، از امی بگرامی و قرباغ و چارکار و پروان به اون طرف، همی از اینا این مردم بیچاره مظلوم آنقدر بمباردمان مواد مخدر و مواد بیر و شراب و مشروب هستن که هیچ اصلا تصورش نمیشه. تشکر. اینمیج فامیل های افغان ها در اینمی اروپا و امریکا و کانادا اصلا این مواد ایجا میدارن که در مابین خانه های خود بیارن و اولاد خود سرزنش خواب کرد، از نگاهی از نحوی از انواعی که بچه نکوی کاری بد است، لیکن اینمی مردم ها اجازه دادن، امی دولت دارا اجازه دادن که اینمی مواد مخدر و مشروب شراب هم مواد مخدر از دکتر سر مطرم این در مابین افغانستان اجازه دادن و اینمی تفلا ایکی افکر است، ایکی پلیس است، ایکی فرمانسر است، این اجازه دادن مابین مدافع وطن شده و این مردم از این استفاده میکنه، یعنی این وحشت ها بار میاره. تشکر. دوم داکتر صد، این همین مردم هایی که زمام حکومت دارن به نام کرزه و زیان مسعود خلیلی و نیفام رئیس امنیت کابل و وزیر داخله و کی و کی، این همین کسا میفهمن لایسنس دارن به مردم هایی که صلاح دارن که بعضی ایام میخواییم از حضور شما و از شنونده هایتان بعضی خانه هایی رو که چینیزا و کوریایا و تاجکستانیا و اینا و یا سردگن و خواهد ممالک دیگه آمدن، خانه هایی هست که زن ها هستن که میرن اینا معیشت و ممزیت میبرن از وجود از زن ها، این همین مردم ها اجازه دادن، لایسنس دادن، به اونمون ها سلا دادن که همین خانه ها رو نگاه کنن. بله، تشکر جانم از گفتار مقبول دیگ جان، تشکر از تلفونت، زنده باشین. بله، وقتی که نظام لیدرشپ یک جامعه فاسد باشه اینمی حالت است، مثل که حضرت علی کرم الله وجهو میگه که بسیار قشنگ میگه، میگه خداوند از او روز نجات بده که قلم در دست فاسد و شمشیر در دست نادان بفته. امروز قلم در دست فاسد افتیده و شمشیر در دست نادان و نتیجهش اینمی است. و از اینکه شما که یک نظام فاسد داشته باشین، یک نظامی که فرهنگ اسلام، تمدن اسلام براتون گفتم که سه عین است: علم، عبادت، عدالت. فرهنگ اسلام سه عین است: عقیده، ببخشید، عقل، عقیده و عمل. این کسایی که امروز در افغانستان است، نه اینا عقل دارن، بعضی کپی میکنن از بیرون و نوکر بیرون هستن، نه اینا عقیده اسلامی دارن و اینا عمل، نه اینا عمل دارن. پس یک کشوری که یک اندیشه سیاسی نباشه، در کشوری که یک پرنسیپ سیاسی نباشه، در کشوری که یک تفکر سیاسی نباشه، اوماندار برباد برباد است. و بسیار وضع افغانستان متاسفانه بسیار زیاد خراب است. بریم به تلفن دیگه ان شاء الله. بفرمایید، تلویزیون نور در خدمت شما هستم. بفرمایید. آقای یونس سلام. السلام جانم، شما چطور هستین؟ چطور خوب است؟ مهربانی شما. زنده باشین. بفرمایید. خواستم در قسمت گفتار پیشتر شما صرف یک تصحیح کوچک بکنم. بفرمایید. و او عبارت عزیز که شما گفتیم که پیغمبرای که خداوند فرستاده اینا در
امان و امانت خداوند هستند و هیچ کسی پر از اونا ضرر رسانده نمیتن و هیچ پیغمبری رو شما باید نداریم که کشته شده باشه. همینطور گفتیم. خدمت شما همه قبول بایم که حضرت عیسی پیش چشم تمام ملت یهود یا اسرائیل او زمان از طرف اساکر امپراتوری روم کشته شده. و صرف یک تذکر بود به خدمت شما دادم. تشکر. شنونده های شما به گمراهی از این نرن که بعضی گفایی که شما برای شنونده ها میزنین اساسات درست تاریخی داشته باشه. تشکر. ما باید برادرم تصحیح کنم برای از اینکه حضرت عیسی نظر به نص قرآن قطعا کشته نشده و وقتی که حضرت عیسی را میخواستن که سرش حمله کنن او را خداوند به آسمان هفتم برد و ایوازش یک کس اینا ایوازی گرفتن و یک کس ایوازی را بدار زدن. از این خاطر است که قرآن کروسیفیکیشن و صلیب زدن عیسی علیه السلام مطلق رد میکنه و قرآن به وضاحت میگه که ای به آسمان هفتم برده شده. ای برادر ما بهتر است که قصص القرآن بخوانن از نیشاپوری که بسیار جالب هم مسائل نوشته کرده و همچنان تاریخ طبری و همچنان خود قرآن در تفسیر قرآن شریف این مسئله آمده. هیچ پیامبر خدا تا حال کشته نشده. بفرمایین تلویزیون نور خدمتتون هستم. بفرمایین. دکتر سه محترم سلام علیکم. السلام علیکم جانم. بله سلام علیکم دکتر سه محترم. السلام جانم رویتان ماچ میکنم. بفرمایین. دکتر سلوکان ما سلام از احترام دارم خدمت شما. همچنان. بفرمایین. و یک لقب میتونم برای شما که لقب بود که عالم عادل. زنده باشین. زنده باشین. زنده باشین. زنده باشین. ما زنده باشین. ما برادر اخوارا ما همیشه گفتیم ما یک مسلمان هستم، ما خاک پای شما هستم، ما یک بچه معلم معارف بودم، بچه فقیر بودم، ما در بارگاه و بارگام کلان نشدیم. من تا آمدم ای امریکا که آمدم ما عظمت اسلام دمی امریکا ما فهمیدم نه در افغانستان. بعضی در افغانستان نمیخواستن که ما دین خود درست بفهمیم. بعضی که اگه ما دین خود درست میفهمیدیم افغانستان به این شرایط دچار نمیشد. ما برادر ما ناعلم هستم، عدل ما یک آدم گناهکار هستم و عدل کرده نمیتونم. ما فقط چیزی را که دمی 30 سال که یاد گرفتیم ما در خدمت شما آوردیم. ما از روی تحقیق گپ میزنم، اوهی گپ نمیزنم و ما به مقتضیات عصر امروز گپ میزنم و ما میخواهیم که شما مسلمان ها بفهمین که دین اسلام مقدس است، پاک است و بسیار پیشرفته است، بسیار متمدن است. و از اینکه از دین یک بابا و جور کردن این پرابلم من نیست، اما ما از لطف شما و کرامت شما که مرا یک عالم عادل میگن. ما برادر من قطعا عادل نیستم، عالم هم نیستم، عادل هم نیستم، یک گناهکار هستم، یک بیچاره هستم. منتها همه قبر شما میگم که تا که من عیاد دارم و من در این تلویزیون اجازه دارم من در خدمت شما هستم و چیزایی که من یاد میگرم در خدمت شما خواهم بود. بفرمایین تلویزیون نور. بفرمایین. بفرمایین. بفرمایین تلویزیون نور در خدمت شما هستم. بفرمایین. آقای یاد سلام علیکم، من خدمت شما اشعار تورنتو تقدیم میکنم. السلام علیکم. السلام علیکم جناب. ما قبلا در ارتباط با حضرت عیسی علیه السلام شما صحبت کردیم و گفتیم که قرآن شریف بله بله بفرمایید. بله شما گفتین که در قرآن شریف گفته شده که عیسی علیه السلام به آسمان هفتم رفتن. میخواستم بخدر سرزمی یک صحبت کنم چون ما خودم در قرآن شریف اصلا نیز نخوندیم که بودن گفته شده باشه به آسمان هفتم رفته. بله. شاید که بعض نظریات بوده باشن. در واقع نظریات مردم است که میگن که نفر سوم صلیب زده شده. یک نظریه دیگه ای است که اصلا حضرت عیسی علیه السلام صلیب زده شده بود مگر او را پایین کردن و او سونینگ میگنشه یا به حساب خو رفته بود و پس سر احیا شد و باز سفر کرد و خداوند او را بلند کرد. و دیگه ای که در خود آیه قرآن شریف است که میگم متافی که و رافی که ایلی
یعنی اول وفات داده شد و بارزو بر آسمان بلند برده شد و وفات داده ده. علما تشریح کردن که وقتی که انسان خواب میکنه صبح میخیزه و اینمی یک وفات خورده است، به اینمی شکل یک وفات بوده که بزرگ خداوند بر خود بلند کرده. اینمی هم به شک است که آیا از مثل امرای بادی یا جسمن بلند شد و یا روحن بلند شد. این مسائل است که خداوند باز مؤخر آیت میفرماید که همه گی کسایی که سر از این گپ زدن اونا همه گیشان به شک بودن و تنها از قطع خداوند میفهم استش ما باید بمی تسلیم باشیم و تشریحاتی که علما مختلف تشریحات مختلف داده شده سر از این کدام اجماع نیست، ما نباید که بگیم که قرآن شریف گفته شده. تشکر جانم، تشکر نفس. ما معلوماتی که ما به شما میتم از تاریخ تبریز و از قصص القرآن است و از احادیث رسول کریم صلی الله علیه و سلم که در صحیح بخاری آمده ما از او استناد میکنم. امی مرجع ما امیس معلومدار ای که شما در مسئله از او شک دارین، یک نظام است که شما حق دارین که همون شکتون داشته باشین یا عقاید خود داشته باشین. ما عقاید شما را احترام میکنم، شما عقاید ما را احترام کنین. به نظر شخص ما حضرت عیسی علیه السلام قطعاً به دار زده نشده، صلیب به صلیب زده نشده و به آسمان هفتم آمده و به روز قیامت پس پایین میشه. بفرمایید، تلویزیون نور در خدمت شماستون. بفرمایید. بفرمایید. الو؟ بله بفرمایید. سلام، ببخشید مزاحمت کردم. میخواستم امروز دکتر صاحب بیان صحبت کنم. بفرمایید، خودم هستم. خوب هستین دکتر صاحب؟ زنده باشین، کم نشین. بفرمایید. صحت شما خوب. بخاطر که من متاسفانه نمیتونم شما رو مستقیم ببینم، در تقلید میبینم برنامه‌هایتان. از کجا گپ میزنین شما؟ از برنامه‌هایتان خوشم میاد و از گپایی که میزنین بسیار زیاد واقعا زیاد یاد گرفتیم از وقتی که من پروگرامای شما رو میبینم. زنده باشید. منتها متاسفانه فقط میتونم که از طریق اینترنت ببینم. در کجا؟ دلم میخواد که یکان دفعتون بعض سوالا کنم، متاسفانه نمیتونم براتون همون لحظه زنگ بزنم. شما فقط خواستم براتون بگم که من در قسمت پروپاگاندی که مردم بر شما کرده بود بسیار زیاد متاثر شدم، چیزایی که شنیدم. منتها من میفهم شما یک آدم نوبل هستین، به او خاطر حتما حسادت مردم زیاد است. زنده باشید. زنده باشید. و البته خصوصا در قسمت زنا، حقوق زنا، وقتی که من میشنم شما صحبت میکنین به نهایت نخوش میشم، برازی که راستی بسیار کم پیدا میشه یک مرد مسلمانه که برای زن یعنی حق قائل باشه. زنده باشید. دیگه به او اساس نخواستم برتان زنگ بزنم و تبریکی بهتون که واقعا پروگرامتان بسیار جالب است. زنده باشید. من از فرانسه برتان زنگ میزنم. بسیار زیاد از پروگرامتان خوشم میاد. زنده باشید. ما بسیار زیاد گپای رو یاد گرفتیم که اصلا باورم نمیشد به دین اسلام یعنی این گپا وجود داشته باشه. زنده باشید. از تلفن شما تشکر میکنم. در پاریس هستین؟ در کجا هستین شما؟ من در شهر لیون زندگی میکنم. خود در لیون هستین. در لیون هستین. میتونین شما تلفن من در زیر در اسکرین تلویزیون یا انترنت شما هست 925-458-6366 میتونین شما بر من زنگ بزنین در خانه و هر سوالی که داشتین در خدمت شما هستم. بسیار تشکر بی بی گل من. یک دنیا ممنون. شما خوش بازم میخوایم. ابیان تو. یک جهان تشکر. میریم به یک سوال دیگه و بعد از او معلومدار پروگرام چی میکنیم؟ بفرمایید. فرید یونس در خدمت شما هستم. السلام علیکم. سلام دکتر صاحب، خوب هستید؟ سلام بی بی گل من، شما چطور هستید؟ تشکر، زنده باشین دکتر صاحب. یک سوال داشتم راجع به حضرت عیسی. بله. بسیار از دیر وقت است که من فکرم میگرده، در زمانی که ما در افغانستان بودیم و مثلا جوازه مطلب هم خواندیم. بله. اگر فکر فکرم نمیکردم که میگستن حضرت عیسی از مردم او را مثلا احترام میگذارن و عبادت میکنن که پیغمبر است. بله. مردمی است که مثلا فیلان کال در امریکا اینجا مردم میگن که این مردم عیسوی هستن و باید ما نخواهیم که مثلا اولاد ما عیسوی شود. این چه قسم مثلا نمیفهم که عیسوی مثلا همین حضرت عیسی دین حضرت عیسی است که مردم امریکا مردم غرب به او عقیده دارن. چرا که حضرت عیسی و یک وقت پیغمبر ما بود و از و احترام داشتیم پیغمبر ما بود، ما
مگر من نمیگم که چه قسم، یعنی مدنی مسئله بسیار زیاد قسم مشکوک هستم. دفتر زیبر خودت یک در صحبت کنی با خودت که چه قسم دین است، چه قسم مردمی شوی میشن و چه قسم هست، نمیفهمم راجع به این زمین. چون که وقت برنامه ما پوره شده، درباره حضرت عیسی علیه السلام مفصل در مسئله صلیب و آیاتی که آمده و درباره تفسیری که آمده و عیسویت در امریکا و کریستین زیونیسم، کل از اینا خیلی در هفته آینده برای ذکر 3 بجه پوره است و وقت ما پوره شده. و قرآن میگه و اوفو بالعد ان العد کان مسئولا، با وعده وفا کنین، از وعده پرسال میشه. وقتی پروگرام به وقت شروع میشه باید به وقت چی شوه. این بود برنامه امروز. ما از تلویزیون نور در شمال کالیفرنیا، ما تا برنامه آینده شما را به خداوند کریم میسپارم. خداوند یار و مددگارتان باشه. و در هفته آینده ما فرزانه جان نبی، دکتر فرزانه نبی که 4 ساله بود که آمده بود و حال نام خدا یک استاد هستم یونیورسیتی که ما درس میدم، امرای ما برای یک چند دقیقه میباشه، به خاطر از اینکه من واقعا ازش قدردانی کرده باشم و تحسین کرده باشم در برنامه ما میاد. تا برنامه آینده شما را خوانده کریم میسپارم. خداوند یار و مددگار و فرشته‌های عالم نگهبانتان. دکتر یونس، شب و روزتان بخیر. تشکر.